نقش اصلی یا در انقلاب اسلامی همیشه دانشجوها داشتن. از سال 1332 که شهیدم تقدیم کردن تا شکلگیری انقلاب و پیروزی انقلاب نقش اصلی دانشجوها بودن. بعد از انقلابم در برهه‌های مختلف که وجود داشت بازم نقش اصلی و اون فعالیت دانشجوها انجام میدن. از جمله همین بحثی که ما داشتیم تو جهاد دانشگاهی هم واقعا به عنوان یک مولود اصلی انقلاب، یکی از رویش‌هایی که واقعا برکات فراوانی داشته، دانشجوها بازم نقش اصلی ها داشتن با توجه به اینکه اعتقاد به توان داخلی داشتن، با توجه به اینکه ایمان و اعتقادی بالایی داشتن، با توجه به تبعیتی که از رهبری داشتن، به این نتیجه می‌رسیدن که باید میشه کار کرد و ما می‌توانیم در کشور. خوشبختانه یکی از خبرگزاری‌های خیلی خوب شکل گرفت، اونم توسط دانشجوها که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بود که تا الان عمل کرده بسیار خوبی داشته و توی روشنگری توی جامعه، توی اینکه اطلاعات درستی به جامعه خلاصه انتقال بده، خیلی نقش فعال و خوبی داشته و الانم خب خیلی مهمه. اصلی ترین کسا نقش داشتن، اصلی ترین افرادی که مرجع هستن در کشور، واقعا مردم بهشون نگاه میکنن، تحصیل کرده ها و دانشجو هستن. این خودش نشون میده که مسئولیت سنگینی دارن دانشجو ها در اینکه بخوان روشنگری بکنن و این خیلی مهم هست. اینو باید ازش استفاده کنن، واقعا همه جامعه واقعا نگاه میکنن به این قشر تحصیل کرده برای هر اقدام یا عملی و اینا الگو قرار دادن و به همین جهت خیلی مهمه. مثلا انتخابات هم که خب مستثنی از ابتدای انقلاب تا الان ما بیش از 40 تا انتخابات برگزار کردیم. فکر نکنم هیچ انقلابی در دنیا اینجوری بوده که اول از اون بلافاصله بخواد انتخابات در کشوری که انقلابی حالا صورت گرفته انجام بده. و این نشون میده که آقا این شکل گیریه، این ماندگاری، این واقعا پویا بودن این انقلاب بستگی به انتخابات داره و ما همه ما وظیفه داریم که واقعا سعی کنیم شرکت فعالانه، شرکت بیشتر و شرکت گسترده تری در انتخابات بشه. بازم از همون جهتی که دانشجوها مرجع هستن میتونن تو این جهت هم روشنگری کنن و هم در جهت شرکت در انتخابات مردم و خلاصه تشویق کنن، هم در انتخاب اصلا و اینا خیلی خوب میتونن این کارا این اقدامات انجام بدن. یکی از ویژگی‌های واقعا اصلی دانشجوها این است که به راحتی یه چیزی نمیپذیرن. هر چیزی برایشون توی اون محیط دانشگاه باید بر اساس مستندات عالمانه، منطقی، منصفانه و اخلاق مدارانه باشه. این ویژگی خوبیه که تو جمع دانشجو هست و رو همین جهت تو همین بحث انتخاباتم برای انتخاب یک فرد صالح یا اصلح برای انتخابات میتونن خلاصه مبلغانی خیلی خوبی باشن.